بسیار خوب، حالا بعد از این آشنایی اولیه میریم سراغ ارزش‌های خلق شده توسط بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، یعنی اون چی که توسط حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان به جنبش رهایی بخش مردم ایران تقدیم شد. اولین گوهر مسئولیت پذیری بود. بله، احساس مسئولیت. بریم به سالهای اول دهه 40. اون موقع هم مثل امروز مردم ایران با یک حکومت دیکتاتوری مواجه بودند. تا جایی که به ضرورت مبارزه با این دیکتاتور برمیگشت، خب خیلی ها به این ضرورت رسیده بودند، اما احساس مسئولیت و قیام به وظیفه یک بحث دیگه است. در مواجهه با دیکتاتور معمولا دو دسته آدم بیشتر وجود نداره. دسته اول اونهایی هستند که مبارزه و مقاومت رو بی نتیجه میدونند و به ظلم و ستم تن میدن و میگن همین که هست رو باید بپذیرید، و دسته دوم اونهایی هستند که خودشون رو جدی و تعیین کننده میدونند و پای مسئولیتی که به نامشون نوشته شده میان. بنیانگذاران سازمان مجاهدین جز به دسته دوم بودند. حالا اینجا خاطره ای رو به نقل از یکی از یاران شهید محمد حنیف نژاد براتون تعریف میکنیم که نشون میده که این مسئولیت پذیری از کجا ناشی میشد. اوایل دهه 40 دانشجو بودم. منم مثل خیلی از دانشجوهای دنیا با آرزوها و آرمانام زندگی میکردم. آرزوهایی که راستش هیچ امیدی به تحققش نداشتم. همیشه فکر میکردم تا ابد همینطور رویایی و دور از دسترس باقی مونم. ظلم رو حس میکردم، اما به راه حل که میرسیدم عاجز میموندم. در برابر هیبت شاهنشاه عاری از مهر خودم رو خیلی ضعیف حس میکردم. بگذاریم، همون روزگار بود که تو دانشگاه با نهضت آزادی آشنا شدم. یه روز یکی از بچه های نهضت که با هم خیلی اخت بودیم اومد سراغم و گفت آرزوات داره محقق میشه. فکر کردم شوخی میکنه. گفتم چی میگی بابا؟ گفت فردا ساعت 5 بعد از ظهر بیا فلانجا، فردی به نام محمد میخواد ببینتت، اونجا میفهمی داستان چیه. فردای اون روز با یک دنیا کنجکاوی و کلی شوق و ذوق سر ساعت 5 بعد از ظهر رفتم جایی گفته بود. اونجا یه جوان بلند بالا و چارشونه با چهره پرصلابت و رفتار متین و لهجه شیرین آذری انتظارم رو میکشید. با هم نشستم و چای خورد. بعد اون سر صحبت رو باز کرد، از کودتای 28 مرداد گفت، از فاجعه 15 خرداد گفت، از فضای اختناق شاهنشاهی گفت، از فقر مردم حرف زد، از انباش سرمایه ها گفت. اونقدر پر حرارت حرف میزد که آدم ناخودآگاه مجذوبش میشد. جملاتش مثل جویبار تو تمام زوایای خشک و تشنه ذهنم جاری میشدن. اول دردهای وجودش رو به هم منتقل کرد، بعد سکوت کرد. سکوت کرد و تو چشام خیره شد. به خدا پرک نمیتونستم بزنم. همون چند ثانیه سکوتش به اندازه یک عمر بر من گذشت. بعد از اون سکوت وقتی لب باز کرد، جمله‌ای گفت که تا اون روز از زبان هیچ کس نشنیده بودم. جمله ساده بود اما زندگی منو زیر رو کرد. محمد که بعدها فهمیدم محمد آقا صداش میکنن، با لحنی برافروخته و صدای زنگدار بهم گفت آخه چیه این زندگی؟ راستش با وجود سالهای زیادی که از اون خاطر میگذره، اما اون صدا و اون چهره هنوز که هنوزه تو ذهنم همونطور دست نخورده و زنده است. نمیتونستم حرفش جدی نگیرم. از همون روز بود که با زندگی به ظاهر آسوده و تکراری گذشته خدافظی کردم.